یکی از برنامه‌های تازه رادیو فردا مجله هفتگی به نام تابو که هر هفته پنج شنبه ها روی آنتن میره. امروز در برنامه صبحانه با خبر فهیمه خضر حیدری مجری و تهیه کننده برنامه تابو مهمان ماست. فهیمه سلام، صبح بخیر. سلام مهدی، سلام میکنم به شما و مخاطبان صبحانه با خبر. فهیمه، در مورد مجله تابو میشه توضیح بدی برای ما هدف این برنامه چیه؟ تابو برنامه جدید من هست. اولین رو بگم که این برنامه رو از دفتر رادیو فردا واشنگتن دی سی من تهیه میکنم هر هفته و هدفش چیه؟ ما سعی میکنیم در این برنامه پرسش های مزاحم تولید بکنیم. میخوایم که برای شنوندگانمون سوال تولید کنیم. شاید هم سوال هایی باشه که تو ذهن خودشون باشه، ما میخوایم سوال ها رو از جاهایی که پنهانشون کردیم بکشیم بیرون و مطرح کنیم و با پاسخ های احتمالی یا پاسخ‌های همیشگی به این پرسش‌ها سعی می‌کنیم که یه نوع مخالفت خلاقانه بکنیم، نه اینکه فقط مخالف خوانی کنیم. و همونطور که توی تبلیغات این برنامه ما مدام گفتیم، تابو درباره حرف‌هایی است که ما کمتر می‌زنیم، از اسمش هم پیداست. تا حالا سه تا برنامه پخش شده با سه موضوع مختلف. اولی آزادی و توهین به مقدسات، بعدی ایده نژاد آریایی و سومی زن در اسلام، که اون ایده نژاد آریایی خیلی سر صدا کرد و خیلی حاشیه و جنجال و اینا داشتش. آره، برای اینکه ما در ایده نژاد آریایی که حالا تو بهش اشاره کردی بیشتر به تعصب بر روی مفهوم نژاد آریایی پرداختیم. من اینو بگم که خیلی واکنش زیادی داشت این برنامه و ما حتما ادامه میدیم این موضوع رو. میخوایم که در مورد اساسا خود مسئله نژاد در به لحاظ علمی بپردازیم و برنامه بسازیم در تابو که اصلا نژاد وجود داره یا نداره، به حال نگاه عالمانه به قضیه. اما برنامه که گفتی، آره، ما با مسئله توهین به مقدسات و با این پرسش که آیا شرایطی هست که به لحاظ اخلاقی ما بتونیم مجوز توهین به مقدسات رو صادر بکنیم، برنامه رو آغاز کردیم. برنامه بود که خب در موردش صحبت زیادی شد و ایده اصلی این برنامه بود که در شرایط سرکوب شاید توهین به مقدسات بتونه یکی از راه‌های باشه که بتونه صدای اقلیت رو به گوش حکومت سرکوبگر برسونه. نگاه زن، در واقع نگاه اسلام به زن و مقوله زنان رو داشتیم. یک برنامه دیگر که خب حالا به متن قرآن بازگشتیم، به سیره پیامبر اسلام بازگشتیم و بر این اساس نگاه کردیم ببینیم که خب اسلام در مورد شکل برنامه توضیح میدی به چه شکل از کارشناس میادش در مورد مسائل مختلف. این برنامه به شکل یک مناظره هفتگی برگزار میشه، یعنی من از دفتر رادیو فردا در واشنگتن میهمانان رو دعوت میکنم، میهمانان صاحب نظر در حوزه‌ای که دعوت میشن و سعی میکنیم که یک نگاه مخالف، یک نگاه موافق رو در 25 دقیقه که در اختیار داره این برنامه بذاریم روبروی هم و در حقیقت هم سوال بپرسیم. یعنی همه ما، یعنی هم من هم دوتا کارشناسی که لطف میکنم به برنامه میان، هم مخاطب درگیر یک پرسش میشیم. پاسخی در واقع نمیخوایم 100% ارائه بکنیم، سر جواب ما بحث نمیکنیم، میخوایم که نگاه مختلف رو بگذاریم روی میز. بنابراین این برنامه به صورت مناظره برگزار میشه که یک نگاه مخالف و یک نگاه موافق در مورد موضوعی که فکر میکنیم یه مقدار حرف زدن ازش سخت‌تره یا کمتر ازش حرف زده میشه، اون نگاه‌ها در کنار هم قرار میگیرن و در نهایت مخاطب میتونه که خودش تصمیم بگیره که به کدوم نگاه نزدیک‌تره.